به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید امرا با رعد و برق و سیلاب آنی در 15 ولایت خبر داده است. این احتمال امروز و فردا در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنچیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، خوست و پکتیکا پیش بینی شده است. خبر وحشتناک از بغلان که تازه به ما رسید. راننده در ولایت بغلان میگوید که جنگجویان طالبان در یک ایست بازرسی در ولسوالی دوشین ولایت یک چشمش را با میل تفنگ کشیدند. این راننده در یک نوار تصویری که روز یکشنبه در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته این سخنان را بیان کرده است و افزوده که بدون موجب از سوی طالبان مورد این خشونت قرار گرفته است. او جنگجویان طالبان را به بدرفتاری و سوی استفاده از موقفشان متهم می کند. در این حال منابع گفتند که این فرد قدرت نام دارد و راننده موتر مسافربری 9580 مربوط به یک شرکت ترانسپورتی خصوصی است. ما گفته منابع قدرت جمعه شب از مزار به سوی کابل در حرکت بود و در نزدیکی فرمانده امنیه طالبان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان متوقف شده و طالبان به دلیل اینکه چرا وی با سرعت رانندگی کرده است او را مورد ضرب و شتم قرار داده و یک چشمش را کشیدند. گفتنی است که پیش از این نیز چندین بار از بدرفتاری جنگجویان طالبان با شهروندان کشور در نقاط مختلف کشور گزارش نشر شده است. منابع آگاه در قندهار میگویند که یک جوان در ولسوالی شاولیکوت این ولایت توسط افراد ناشناس سربریده شده است. این جوان شب گذشته هنگامی که از یک باغ خود به خانه برمیگشت در مسیر را توسط افراد ناشناس سربریده شده است. تا هنوز انگیزه و نیز عاملان این رویداد مشخص نیست، اما طالبان محلی گفتند که این جوان به دلیل خصومت‌های شخصی سربریده شده است. طالبان گفتند که در این مورد بررسی جریان دارد. عباس علی محمدیان فرمانده پلیس تهران ایران گفته است که اتباع بیگانه که در داخل کشور و به ویژه تهران هستند باید مجوز داشته باشند و اگر نداشته باشند باید از کشور خارج شوند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که فرمانده پلیس تهران این اظهارات را امروز دوشنبه در نشست خبری بیان کرده است. فرمانده پلیس تهران افزوده است اگر کسی شهروندان خارجی بدون مجوز را به کار میگیرد قطعا دستگاه‌های مربوطه جریمه میشوند و در حال حاضر تمهیدات اندیشیده شده تا این افراد تا مرزها بروند. این مقام ایرانی گفته است که خارجیان غیرقانونی از ایران باید اخراج شوند و در ضمن هر که با آنان همکاری کند نیز جریمه شود. اکثریت شهروندان خارجی در ایران را مهاجران افغانستانی تشکیل می دهند. دولت ایران به مهاجران افغانستانی عمدن از واژه اتباع استفاده می کنند. طبق گزارش ها بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی از ایران افزایش یافته است. و در پایان، حسین علی آجی دلیگانی نماینده مجلس ایران در اعتراض به حضور مهاجران افغان در آن کشور از وزارت نیرو و وزارت خارجه آن کشور خواست آبی را که مهاجران مصرف میکنند بررسی و آن را با حقابه این کشور از رود هلمند محاسبه کنند. او امروز دوشنبه انگام بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری در مجلس شورای اسلامی ایران گفت یکی از مسائلی که برای ملت ایران بسیار مهم است بحث اتباع است. او با اشاره به اعتراضات علیه مهاجران و درخواست اخراج آنان گفت نمیگویند همه بروند، ولی این مقدار دیگر شدنی نیست. ما چند میلیون اتباع داریم. اگر امینها آب تو این کشور مصرف میکنند وزارت نیرو بیاید محاسبه کند، وزارت امور خارجه بگوید همین مقدار آب که اینجا مصرف میشود چرا آن حقابه که ما از المن داریم را نمیدهند، چرا با این تقاطع نمیشود. این نماینده مجلس ایران در ادامه گفت یارانه های داخلی چرا باید این طوری توزیع بشود برای افرادی که مال این کشور نیست. او همچنین گفت که در یکی از مکاتب ایران دانش آموزان افغانستانی را ثبت نام کردند، اما به دانش آموزان ایرانی گفته است که جان نداریم و برود یک شهر دیگر. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.